گرفتن انتقام زنش از برده‌دارها یه قتل عام وحشیانه راه میندازه. گیلاس سلام، امروز یکم از سینمای وحشت فاصله گرفتیم و میخوام یکی از بهترین فیلم‌های دنیا رو تو سینمای اسلشر و گنگستری ببینیم. فیلم به اسم جانگو آزاد می‌شود یا جانگو آنچیند. این فیلم محصول سال 2012 نمره 8.4 IMDb به خوش اختصاص داره. ببینید دیگه چقدر خفنه و طرفدارهای زیادی داره. حتما آخر فیلم تحلیلشو گوش بکنید. میخوام یه سری فکت خفن راجع به کارگردان این فیلم بگم و یه بحث خیلی جالبم در مورد فیلم بکنیم. بریم فیلمو ببینیم. حواسمون اسپل کامل صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم میریم به دوران بردهداری و شهر تگزاس. یه سری برده سیاه‌پوست دارن برای کار جابجا میشن و دوتا اربابشون هم همینطوری بهشون توهین میکنن و زور میگن. این وسط برده به اسم جانگو است که به تازگی از همسرش بروم‌هیلدا جدا افتاده و نمیدونه چه بلایی سر زنش اومده. خلاصه که وسط حرکتشون به طرفی ان که مردی به اسم دکتر شولز با اسپری سر میرسه. ارباب عصبانی میشن چون نمیدونن این مرد کیه و چی میخواد که دکتر شولز با آرامش تموم باهاشون صحبت میکنه. بهشون میگه من یه مسافرم و دنبال چند تا برده فروش به اسم برادران اسپک میگردم. در واقع یه مردی به اسم جانگو رو لازم دارم که به هم گفتن این برده فروشا یعنی برادران اسپک خریدنش، چون میدونم جانگو قبلا توی مزرعه کار میکرده که الان من دنبال صاحباشم و فقط جانگو میدونه کجان. خلاصه که جانگو خودش رو معرفی میکنه و دکتر شولز هم میره طرفش، ازش اسم صاحبای قبلیش که فامیلیشون هم بریتل میپرسه که جانگو هم اسم هر سه تا برادر رو میگه. خلاصه آدرس مزرعهشون هم میده، اما دکتر شولز میگه خیلی وقت اونجا نیستن، اونجا رفتم. به نظر تا قیافشون رو ببینیم میشناسیشون، که جانگو هم تایید میکنه و حالا ارباب عصبانیش میگه بس دیگه اینجا دور شو. اما دکتر شولز پیشنهاد میده که من میخوام جانگو رو ازتون بخرم، ولی مرد عصبانی میگه نمیفروشمش و اسلحه‌اش سمت دکتر شولز میگیره. اونم که از قبل آماده است با یه حرکت اسلحه‌اش رو میکشه و با یه شلیک برده فروش میمیره. برادرش هم هول میکنه و با شلیک به اسب زیرش میفته. خلاصه که فریاد میکشه، دکتر شولز با آرومی بهش میگه تقصیر خودته، من کاری نکردم. بعدم میره سمت جانگو و با آزاد کردن زنجیرش دوتایی آماده میشن و دکتر شولز به بقیه برده ها میگه شما میتونید کمک اربابتون کنید و ببریدش خونه، یا اینکه کارشو تموم کنید و آزاد شید. بعدم حرکت میکنن و بقیه افراد میرن سمت مردی که زیر اسب گیر کرده تا کارشو تموم کنن و آزاد شن. روز بعد میشه دکتر شولز و جانگو به یه روستا میرسن. همه مردم تعجب کردن چون اولین باره که یه سیاه‌پوست سوار اسب شده. دوتایی میرن توی بار و صاحبش با وحشت میاد بیرون و فریاد میکشه یه سیاه‌پوست اومده مشروب بخوره. دکتر شولز هم شروع میکنه به تعریف قضیهش برای جانگو و بهش میگه همرام بیاد چون باید برادران بریتل رو پیدا کنیم. من یه بانتی هانترم، یعنی شکارچی آدمایی ام که تحت تعقیب قرار گرفتن و وقتی به پلیس تحویلشون بدم ازشون پول میگیرم. الان هم دنبال برادران بریتل میگردم. خلاصه که جانگو هم به خاطر نفرتی که از این برده داره قبول میکنه و در آخر ازش 75 دلار میخواد حق و زحمه بگیره. سفرشون هم شروع میشه و تورا بیشتر با هم آشنا میشن. جانگو از همسرش بروم‌هیلدا تعریف میکنه و دکتر شولز از شنیدن این اسم آلمانی متعجب میشه چون تا به حال ندیده که یه برده آلمانی باشه. جانگو هم توضیح میده که ارباباش این اسم روش گذاشتن چون آلمانی بودن. یه جان وامیستن تا جانگو یه دست لباس شیک بخره و بالاخره بعد کلی پرسجو به مزرعه مردی به اسم بیگ ددی میرسن. شنیدن که برادران بریتل تو همین مزرعه‌ن و بهونه خریدن برده میرن داخل. همه افراد با دیدن جانگو شیک پوش متعجبن و در حالی که دکتر شولز داره با صاحب مزرعه حرف میزنه، جانگو شروع میکنه به پرسجو برای فهمیدن اینکه برادران بریتل کجان. در آخر هم میفهمه با اسپانی مستعار از سال پیش اومدن اینجا و هر سه تاشون رو پیدا میکنه. یکیشون وسط زمینه و دو تای دیگه هم دارن یه زن رو به خاطر شکستن تخم مرغ میبرن که تنبیهش کنن و شلاق بزنن. جانگو عصبانی راه میفته سمت این دو نفر و به زنی که راهنماییش کرده بود میگه که دکتر شولز رو صدا کن. جانگو با دیدن زنی که میخواد شلاق بخوره یاد همسر خودش میفته که همین برادران بریتل کلی کتکش زده بودن. میرسه به برادرها و قبل اینکه اولین ضربه شلاقو بزنن شلیک به یکیشون میکنه که در جا میمیره. حالا برادر دیگه میخواد اسلحه‌اش رو در بیاره اما هول کرده و جانگو شلاقو از زمین برمیداره. میفته به جونش و اونقدر شلاق میزنش که میفته زمین و به همه برده‌ها میگه خوب نگاه کنده با شلیک چند تا تیر جلوی اونا کارشو تموم میکنه. همین لحظه هم دکتر شولز نگران سر میرسه. به جانگو میگه چیکار کردی و نباید انقدر سر خود عمل کنی. خلاصه که خیلی عصبیه، اما وقتی میفهمه یکی از برادر هنوز زنده است از جانگو میخواد که نشونش بده کدومه. برادر آخر با اسبش داره در میره که این بار دکتر شولز که شلیکی بهش میکنه و وسط مزرعه پنبه میکشتش. صاحب مزرعه هم سر میرسه و اول میخواد هر دوشون رو بکشه، اما دکتر شولز توضیح میده من یه مامور قانون حساب میشم و اگه بکشیدم فردا اعدامیت.
اونم مجبور میشه ولشون کنه، اما بعد تاریکی هوا و زمانی که جانگو و دکتر شولز میخوان استراحت کنن با گروهی از افراد میان سراغشون. دکتر شولز هم که زرنگتر متوجهشون میشه و با فرستادن یه واگن پر مواد منفجره گولشون میزنه. بعد به واگن شلیک میکنه و همه میمیرن. صاحب مزرعه قبلی یعنی بیگ دری هنوز زنده مونده و بعد پیشنهاد جانگو دکتر شولز تکتیراندازشو بهش قرض میده. جانگو هم موفق میشه با نشونگیری تقیقش اولین قربانیشو با تکتیرانداز بکشه. خلاصه دیگه همکارشون تقریبا تموم شده و آخر شب دارن غذا میخورن که جانگو میگه بعد خدافظیمون میخوام برم به مزرعه گرینویل، فهمیدم همسرم اونجاست و میخوام نجاتش بدم. دکتر شولز هم که خیلی از جانگو خوشش اومده نمیتونه بذاره همچین کار خطرناکی و تنهایی انجام بده. به جاش برای جانگو از شغل خودش صحبت میکنه و میگه تو با من بیا چند ماه همین کار شکار مجرما رو انجام بدیم، پول زیادی در میاریم و باهاش میتونیم بریم همسرتو از مزرعه گرینویل بخریم، چون اونا خیلی قویان و قدرتشون زیاده و اگه بخوایم باهاشون الکی بجنگیم یه اشتباه محضه، ولی میتونیم همسرت رو توی صلح کامل ازشون بخریم و همه چیز تموم شه. جانگو هم که میبینه منطق این کار بیشتر قبول میکنه. از روز بعد ماجرایشون شروع میشه و چند ماه زمستون رو به شکار مجرم‌های وحشی مشغولن و سر هر کار دکتر شولز پولش رو با جانگو تقسیم میکنه. وسط همین ماجراهاست که یه روز اتفاقی به بندر برده فروشا میرسن. اونجا متوجه میشن همسر جانگو یعنی برومهیلا مدت هاست به کسی به اسم کندی فروخته شده، یه بردهدار فرانسوی که خیلی هم پول داره. حالا نقشه‌ای که داشتن کلا به هم میریزه، چون اصلا معلوم نیست آقای کندی بخواد برده بفروشه یا نه. برای همین هم نقشه جدیدی میریزن تا اول باهاش آشنا شن و بفهمن رفتارش چجوریه. به هر حال متوجه میشن کندی هر شب تو عمارت بزرگی مسابقه برگزار میکنه که چند تا برده رو میریزه به چونه هم و مردم سر اینکه کدوم زنده میمونه شرط بندی میکنن. به بهونه شرط بندی یه شب وارد این عمارت میشن. با کندی هم آشنا میشن که مردی مغرور، عوضی و پرداست. مردی که با ذوق داره دعوای دو تا برده رو نگاه میکنه که به قصد کشت همو میزنن. جانگو خیلی به هم میریزه و نمیتونه تو اون اتاق بمونه. ولی دکتر شولز شروع میکنه به زدن مخ کندی برای اینکه بتونن برومهیلا رو بخرن. وقتی میفهمه هیچ قصدی به فروش برومهیلا نداره کارش سخت‌تر میشه و برای نزدیکی بیشتر به کندی پیشنهاد میده که 12000 دلار میدم و میخوام یکی از برده‌هاتو بخرم که توی این مسابقه مستنی شرکت کنه. میخواد اینطوری توجه کندی رو به خودش جلب کنه و موفقم میشه. کندی هم نوبتش میکنه که روز بعد به مزرعه اصلیش یعنی کندلند برن تا مبارزها رو ببینن و یکی رو انتخاب کنن. روز بعدی که به سمت مزرعه راه میافتن دکتر شولز یواشکی به جانگو میگه احتمالاً همسر تو همین مزرعه است، حواست باشه زای بازی در نیاری تا بتونیم یه نقشه کامل بریزیم و یا اونو بخریم یا فرارش بدیم. یکم جلوتر میرسن به تعدادی از افراد کندی که دور یه درختی وایسادن و یه دونه از همون برده های مبارز بالای درخته، چند تا سگ هم میخوان بگیرنش. همین لحظه کندی میره جلو که بفهمه چی شده و مبارز توضیح میده که من دیگه نمیخوام برای جونم بجنگم، اینا میخوان منو بکشن. کندی با آرامش سگا رو میبره عقب و به مرد میگه بیا پایین منطقی صحبت کنیم. همینطور هم هست تا وقتی میفهمه این مرد شب گذشته توی مبارزه شکست خورده. یه دفعه شروع میکنه به تحقیرش و میگه تو بس به هیچ دردی نمیخوری، میخواد بکشتش، اما دکتر شولز خیلی دلش میسوزه و میگه اصلا نکشش، من حاضرم پول بدم همین مرد رو بخرم. جانگو که میفهمه همه متعجب شدن، چون هیچ اربابی حاضر نیست پولش واسه همچین بازنده خرج کنه و یه برده رو نجات بده. برخلاف خواسته واقعی خودش دخالت میکنه، به دکتر شولز میگه این مرد اصلا به درد نمیخوره، ولش کن بس بمیره. کندی هم با یه اشاره همه سگاشو میندازه به جون مرد و جلوی چشمای جانگو و دکتر شولز اونو تیکه پاره میکنه. خلاصه که میرسن به مزرعه و جانگو چند تا دیگه از کسایی که قبلا پیششون کار میکرد و میبینه، مخصوصا خدمتکار اصلی که با عصبانی از سر جانگو داد میزنه از اسب بیا پایین زشته. اما کندی میکشش عقب و میگه آقای جانگو یکی از سرمایه‌دارهای بزرگ شده، پس باهاش درست برخورد کن. قبل از اینکه برن داخل دکتر جوز به بهونه یه الکی میگه من از برومهیلا خیلی خوشم میاد و ازتون میخوام تمیزش کنین بفرستش اتاقم، کارش دارم. کندی هم قبول میکنه و جانگو با عصبانیت همسرشو در حال گریه میبینه که دارن میبرنش همون. آخر شب هم برومهیلا با نگرانی به اتاق دکتر شولز میاد، چون فکر میکنه که این مرد میخواد باهاش بخوابه. دکتر شولز که اصالتا آلمانیه و میدونه برومهیلا هم این زبونو بلده، شروع میکنه به صحبت به زبون آلمانی. بهش میگه که احتمالاً چند نفر دارن به حرفمون گوش میدن، چون اربابت بهم خیلی مشکوکه و مجبوریم این زبونی صحبت کنیم، اما میخوام بدونی که اینا همش یه نقشه است تا در آخر تو رو به خواسته یکی از دوستان بخرم و آزادت کنم. برومهیلا با دیدن شوهر جانگو حسابی شوکه میشه و همو بغل میکنن. میریم روز بعدی سر میز غذا نشستن که دکتر شولز شروع میکنه به صحبت برای خرید یه برده مبارز، اما خیلی غیر مستقیم و ریز میخواد به کندی بگه که اگه اونو بخرم باید برومهیلا رو به عنوان جایزه بهم بدی، چون دیشب خیلی
خیلی ازش خوشم اومد. کندی هم داره قانع میشه که یه رفع خدمتکار اصلیش دخالت میکنه، چون میدونه که جانگو و برونهیلد زن شوهرن و اربابش میگه اینا همش نقشه است تا اونو فراری بدن، اما کندی توجهی نمیکنه. در آخر هم همه از اتاق میرن، اما کندی از جانگو و دکتر شولز میخواد بمونن و به وکیلش هم میگه بیاد. حالا به خاطر حرفای خدمتکارش و رفتارهایی که دیده متوجه نقشه اصلی شده. یه رفع میگه برونهیلد رو بیارن و جلوی جانگو گردن دکتر رو میگیره و میخواد بکشتش. به دکتر شولز میگه تو میخواستی سر من کلاه بذاری و هم یه مبارز رو بگیری هم این دختر رو بهت بدم، اما حالا باید 12,000 دلار بدی که فقط برونهیلد رو تحویل بدم و اینجا زنده برید بیرون. دکتر شولز خیلی سریع قبول میکنه، اما میگه اول اونو ول کن تا پولو بهت بدم. کندی چکشو میبره بالا که بکوبه دو سر برونهیلد و دکتر شولز هم همه پولشو پرت میکنه رو میز. وکیل هم سریع کاغذهای قرارداد رو میاره و به زور کندی این فروش انجام میشه. خلاصه که چه راحت و چه سخت جانگو همسر خودشو خریده و به هدفش رسیده. اما موقع خروج کندی به دکتر شولز میگه من عادت دارم بعد از قرارداد باید با طرفم دست بدم. دکتر شولز که خیلی عصبانیه میگه این کار نمیکنم. حالا از اون اصرار و از شولز انکار که در آخر یه دفعه عصبانی میشه و تفنگشو میکشه و کندیو میکشه. وکیل کندی با اسلحه‌اش به دکتر شولز شلیک میکنه و جانگو عصبانی شروع میکنه به قتل عام همه افرادی که اونجان. مبارزه سنگینی و همه رو میزنه تا وقتی یکی از افراد برونهیلد رو گروگان میگیره. جانگو هم اسلحه‌اشو میندازه و تسلیم میشه. اونا هم خیلی سریع میگیرنش و تو انبار میبرنش به چوب و شکنجهش میکنن. بعد مدتی خدمتکار اصلی خانواده کندی میاد و به دستور خواهر کندی که حالش رو ارباب جدید جانگو رو میبره که تحویل یه گروه بده و بفروشنش. اونا میخوان ببرنش که وسط راه جانگو نقشه دیگه میریزه. شروع میکنه به صحبت و با نمایش اعلامیه تحت تعقیب یکی از قربانیاش بهشون میگه من کارم شکار مجرماست. چند تاشون توی این مزرعه قبلی ان و اگه کمک هم کنید که بتونیم اونا رو بگیریم کلی پول در میاریم، با هم تقسیم میکنیمش. اونا هم گول میخورن و به محض آزاد کردن جانگو همشون توسطش کشته میشن. اونم سری با اسراح میفته و هرچی دینامیت تو راه هست با خودش میبره. بعد آزادی همسرش برونهیلد میره به سمت جایی که مراسم خاکسپاری کندیه، یعنی امارت اصلیش. میره داخل و با نهایت خشم و عصبانیتی که داره همه رو قتل عام میکنه. بعدم میاد بیرون و در حالی که با برونهیلد دارن اونجا دور میشن همه مزرعه رو منفجر میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. قطعاً نیازی به گفتن من نداره کارگردان این فیلم کوئنتین تارانتینوه، کارگردانی که کلاً به سبک وحشیانه و بی‌پرده خودش معروفه، کسی که کلاً با استانداردهای هالیوود فرق داره و از همون اول یعنی اول فیلم بلندی که ساخت همون سگ‌های انباری که پخش شدش یه سکانس داره گوش طرفو توش می‌برن و اون سکانس یه نماد خیلی خفن برای شروع سینمای هالیوود و همین سبک خشونت بی‌پرده بودش و از همون اولین فیلمش تا الان توی تک تک نسخه‌های فیلمایی که ساخته داره این اصل رو رعایت میکنه. برای همین هم یکی از خفن هاست به نظر من، چون کلا به استاندارد و قانون کاری نداره، کار خودش رو انجام میده بی توجه به اینکه کسی بگه بده کسی بگه خوبه، بی توجه به اینکه توی تمام مصاحبه ها بهش میگن چرا اینقدر از خشونت زیادی استفاده میکنی، مردم رو ترغیب به خشونت میکنی و اینا، و اونم خیلی قشنگ جواب همه رو میده و میگه دوست دارم این کارو بکنم، سینمای منه، اینجا که میای فیلم منو ببینی من بهت خشونت میخوام نشون بدم، من میخوام یه سری حقیقت راجع به دنیا بهتون نشون بدم که تو همشون توی واقعیت داره خشونت اتفاق میفته. برای چی خودم رو سانسور کنم، میام واقعیت رو بهتون نشون میدم. کلن ایدئولوژی خیلی خفنه توی سینما به نظر من داره و همه فیلماش هم دیدم و همه رو دوست دارم، پیشنهاد میدم شما هم دوست داشتید ببینید. فیلم های مثل کیل بیل یا فیلم های خفن ترش همین که آخر اومدش وانس اپان تایم این هالیوود، خیلی فیلم های خوبی داره، حتما تماشا کنید فیلماشو، منم سعی میکنم بیشتر بذارم ازش. توی این فیلم جانگو آزاد میشودم این قضیه مستثنا نیست، دقیقا همینطوری رعایت میشه و ما به شکلی خیلی وحشیانه میبینیم که چجوری جانگو میاد و به شکلی خیلی خفن انتقام زنشو میگیره. اون صحنه ای که میاد تفنگشو میکشه و بردارن بریتلو میکشه و شروع میکنه به شلاق زدن یکیشون، اگه فیلمو کامل ببینید اون لحظه خیلی دلتون خنک میشه، چون قشنگ حس میکنید که دارید رها میشید، حس میکنید خشم اون داره خالی میشه و خیلی خوب میاد همه اینا رو نشون میده از اول تا آخرش هم هستش. یکی دیگه از صحنه‌های خفنش دقیقا همون صحنه‌ای است که برادران بریتل میمیرن و اون سومیه رو همون دکتر شولز با تفنگ میزنتش. یه سکانس خیلی معروفه توی سینمای هالیوود و کلن وقت بحث تحلیل بررسی این فیلم میشه این سکانس رو میارن وسط، سکانسی که وسط همون علفزاره میزنه یا رو میکشه و خون قرمز برادر آخر میریزه رو اون همه گیاهی که همشون سفیدن و خیلی صحنه خفنی میسازه و قشنگ حس میکنی که خون انتقام و خون تمام شدن همه چیز داره میریزه روی صفحه سفید.
یکی دیگه از چیزهای مهمش همین سیل تغییر دکتر شولتز. دکتر شولتز از اولش که میاد اصلا به فکر جانگون اصلا دلش براش نمیسوزه. چیزی که توی ذهنشه فقط برای اینه که بره یه سری از این مجرمای تحت تعقیب بگیره پول در بیاره. اصلا برای همینه میاد جانگون رو آزاد میکنه و فقط کمکش کنه بتونه برادران بیلتر رو گیر بندازه. ولی هرچی که فیلم پیش میره ما شروع میکنیم به دیدن علاقه‌ای که دکتر شولتز به این مرد پیدا میکنه، به این حسی که داره، به این انتقام‌گیری که میخواد داشته باشه و کلا همه اینها میره توی ذهنش یه ایدئال میشه. برای همینم است که تا لحظه آخر حتی جونش هم به پای جانگو هدفهایی که داره میده. خیلی قشنگه اون صحنه که آخرش تیر میخوره و به خاطر جانگو داره میمیره و اگه دقت بکنه توی فیلم به هر کسی که میخواد ازش جدا بشه میگه به امید دیدار یا دوباره میبینم تماشا نرفیو میزنه. یه جای این قضیه فرق میکنه، همون جایی که توی مزرعه آقای کندیه و بعد از اینکه اونطوری تهدید بشه اون اتفاقا میفته و آخر اون امضا میکنه قرارداد پولشو میده، دیگه نمیگه بعدم میبینم، میگه خدافظ، که بعدش هم دیگه عصبی میشه و آخر تفنگ میکشه و کلا اتفاقا میفته. ولی دوباره لحظه که میخواد جانگو هم جدا بشه این داره میمیره بهش میگه به امید دیدار. خیلی خفنه این ریزبینی های کوئنتین تارانتینو که فیلماشو خیلی استثنایی و خفن میکنه. خلاصه که فیلم پر از این صحنه ها و میرسیم به بحث آخر که میخوام راجعش بکنم، بحث قهرمان سازی خفن فیلمه. وقتی که تارانتینو میپرسن که چرا اصلا جانگو رو ساختی، میگه که من میخواستم یه قهرمان برای سیاه‌پوستا بسازم. سیاه‌پوستا هم قهرمان نداشتن سال 2012، اصلا فیلمی نبوده که بخواد آزادی اونا رو خیلی خفنشون بده. فقط اگه مارتین لوتر کینگ داشتن که اونم قهرمان فیلم نبود، یه قهرمان واقعی توی دنیا بود که به خاطر حالا اعمالی که انجام داد، به خاطر کارهای حقوقی که کردش باعث شد که آخر آزاد بشن. ولی قهرمانی نداشتن، مثل سفیدپوستایی که بتمن و سوپرمن و هزار تا از این آدما دارن اونو نداشتن. برای همین کلا تارانتینو میاد با طرز فکر قهرمان سازی جانگو رو میسازه که میاد یه نماد میشه به عنوان کسی که برای آزادی میخواد بجنگه و این چیزیه که باید تو کل دنیا به نظر من ایجاد بشه. ما خیلی وقتا فیلم هایی رو میبینیم که به شکل سیاه نمایی میان یه قشر رو نشون میدن. نمیگم سیاه نمایی یعنی سیاه اغراق میکنه، نه، یعنی کلا میاد این قسمت های تاریک و سیاه رو نشون میده. منظورم اینه، میاد بدی ها رو نشون میده، مثل همین فیلم هایی تو ایران خودمون، مثل مغزهای کوچک زنگ زده یا خیلی از فیلم ها که میان قشر ضعیف رو نشون میدن و اینکه مثلا چه اتفاقایی میفته، جنگایی که میشه به خاطر مواد همه کار میکنن و در آخرش هم یه سری میبینیم، گریه میکنیم، تموم میشه میره. ولی هیچ وقت نمیان توش قهرمان سازی بکنن. بیاید همون قشر ضعیف یکم انرژی بگیرن، یکم حس خوب بگیرن برای تغییر. بیاید مثلا وقتی میخواید سینمای ضد زن رو نشون بدید، میاد فیلمایی میسازید که مثل همین خانه پدری که میاد توی اولش سر زن رو میبرن، یا فیلم مثل شنای پروانه، اینجور فیلم ها رو میان میسازن که آدم وقتی میبینه اعصابش به هم میریزه، میگه چرا جامعه ما اینطوریه. به جای اینا بیاید قهرمان زن بسازید. درست محدودیت ها اونو داریم، نمیتونیم لباس مثل واندر وومن تنش بکنیم، ولی میتونید یه استوری پیدا بکنید. من داستان نویس نیستم، فیلم سازم نیستم، قطعا میتونید، ولی یه داستانی بسازید که یه زن به قهرمانش تبدیل بشه و بشه یه نماد برای زنهایی که اونو به عنوان یه الگو نگاه بکنن، بتونن ازش ایده بگیرن برای اینکه آزاد و مستقل بشن. کلا این سینمای قهرمان سازی خیلی خفنه و تارانتینو هم واقعا عالی میاد توی این فیلم پیادهش میکنه. همه جای دنیا هم هست، میان از تمام محدودیت ها، از تمام مشکلات قهرمان سازی میکنن که مردم بدونن یه امیدی برای نجات و تغییر هست، حتی اگه شده منتظر اون منجیه بمونن، ولی میدونن امیده هست. اما وقتی همش میاد تاریکی و سیاهی رو نشون میدید، هیچ وقت کسی به اینکه درست بشه فکر نمیکنه. شاید هم هیچ وقت درست نشه اصلا، ولی حداقل اون امیده است که آدم رو زنده نگه میداره و هممون به امید نیاز داریم. همین امیده رو اگه به نظر من توی سینمای ایران خیلی جاهاش وارد بکنم، به جای اینکه بیاد فقط تاریکی و سیاهی ها رو نشون بدید، حال جامعه و مردممون یه خورده بهتر میشه، به خاطر اینکه واقعا ما نیاز داریم بهش. اینا رو دارم اینجا میگم چون یوتیوبه، شاید یه روز هومن سیدی، پیمان قاسم خانی و خیلی های دیگه مسیرشون به این طرف وا بشه و این ویدیو رو ببینن. فقط دارم میگم که شاید یه روز به گوشه یه نفر برسه، شاید که خود شما دانشجوی فیلم و کارگردانی باشه و وقتی که 4 سال 5 سال دیگه اش بخواد فیلم اولشو بسازه. دارم میگم ما به این نیاز داریم، اینو فقط از زبون خودم نمیگم، دور و بر خودم دارم میبینم که همه حالشون بده. یعنی اصلا نمیشه اینو کتمانش کرد که حال مردم بده، ولی اینکه بیاید چیزای بدتر و سیاه‌تر رو بهشون نشون بدید، نه باعث میشه که درد اون قشر پایین‌تر حل بشه، نه باعث میشه که حال بقیه یکم بره به سمت بهتر شدن، ولی میتونید یه قهرمان بسازید که جفت این کارها رو انجام بده. همین کاری که آقای تارانتینو با فیلم جانگو میکنه، خیلی قشنگ میاد بحث بردهداری رو میکوبه
و خیلی چیزهای زیبایی رو توش نشون میده و اصلا هم فیلمی نیستش که بخواد ضد سفیدپوست ها باشه. فیلمیه که کسی که کمک جانگو میکنه خودش سفیدپوسته، یعنی اصلا نمیاد ضدشون حرف بزنه، فقط میاد بحث کلا این ایدئولوژی بردهداری که منسوخ هم شده و خیلی قدیمی بود و اشتباه هم بود و قشنگ میکوبه و انتقام سیاه‌پوستا رو از اون افراد میگیره، از بردهدارهایی که بهشون آزادی نمیدادن. بازم میگم نمیاد یه آدمو جلوی قشر کل سفیدپوستا قرار بده، فقط جلوی اون قشر بردهداری که آزادی نمیدادن و وحشیانه با سیاه‌پوستا برخورد میکردن، کاری که خیلی اشتباه بود. دیگه همین، بحث دیگه‌ای ندارم راجع به فیلم، البته که صحبت راجع بهش زیاد میگم، یکی از فیلم‌های خیلی خوب دنیاه و حتما باید ببینیدش. 2:45 دقیقه هم هست ولی اصلا نمیفهمید، انگار نیم ساعت هست کلا پای فیلم، خیلی سریع میگذره چون سکانس به سکانسش زیباست. همین دیگه، مراقب خودتون باشید، تو کانال زاپاس جوین بشید، لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.